کابل هغه پلازمینه ده چې سباندې 15 میلیونه خلک پکې وسیږي. خزی د دغه نفوس 50% جوړوي، خو ځینې هر ورځ د شهوت خوښونکو نارینه و لخوا خوندي نه دي. دغه وضعیت یوازې د کابل په ښار او بازارونو کې نه، بلکې ګڼې ښځې په کاري چاپیریال کې هم ځوروي. نوم یې سجیه یارمل دی، هغه نجلۍ چې له څو کلونو راهیسې په څو غیر دولتي بنسټونو کې په کار بوخته ده. په کاري چاپیریال کې ورته د نارینه له شهوته ډک کاته له بل هر څه ځوروونکي دي. از گارد دفتر که ما به عنوان ازیابی کننده در اونجا می رفتم تا دیدار بکنم از روند امی پروسه کاری کارمندا، از نگاه های از اونات که دنبال می کردم تا کسی که به عنوان مدیر همو سنتر انتخاب کرده بودیم، اون نگاه ها چیز هستن که به انسان می فهمانه که چگونه با تو داره برخورد میشه. درست هست اگر ای آزار یا امی اذیت به زبان بیان نمیشه، ولی نگاه ها، برخورد ها و رفتار ها خود بیان کننده همی آزارهای جنسیتی هست. مریم بلن جلی ده چه لورت ستونزو سرمخ ده. دا په یوې رسنۍ کې د خبریالې په توګه کار کوي. مریم د هغې رسنۍ په اړه چې پخای پکې کار کاوه کیسه کوي. داسې کیسه چې د دې په باور ځینو نارینهو ته د مینې یوه بیلګه ښکاري، خو د ښځو لپاره یو ډول جنسي ځورونه ده. یکی از همکارای ما بود، یکسره میگفت که تو نامزد هستی یا که نه، و وقتی میگفت ما میگفت کوچی لیتو، چون من شخصا با زیور حالات کلا مخالف هستم. و بعد از او، بعد از گذشت دو ماه تحمل، مجبور به این شدم که مثلا من آل چله دستم هستم. یعنی هر این گپ تکیه کلام اینا ای بود که تو حیف تو که مثلا با ایت یک بچه نامزد هستی، یا که حیف تو که مجرد اگر باشی مثلا من اقدام میکردم. این حرفایی بود که در محیط کاری از طرف یک از همکارای مردم بود، ولی مجبور بخاطر این همی کار من استعفا بدم. د افغانستان په ځینو بنسټونو او په تیره په رسنیو کې د نجونو د استخدام پر مهال جنسي کاته یو بل ځورونکی حالت دی چې ځینې نجونې ورته اشاره کوي. په کابل کې د آریانا د خصوصي ټلویزیون د یوې خپرونې مسؤوله ویدا ساغری وایي نجونې حتی د پوستکي د رنګ، سیرې او د بدن د غړو له مخې استخدامیږي. شما دیگه نمیتونین حتی سیویتان سر دستتان گرفته شما هیچ کس به کار نمیگیره، چون میگنی به درد ما نمیخوره. خود این جمله به درد ما نمیخوره یک دید جنسی است. اون درد بخوری ما یک جای دیگه ماست. اون به درد بخوری ما جلد ماست. اون به درد بخوری ما سن ماست. اون به درد بخوری ما ضعف های جنسی ماست. اگر ما اون به درد بخوری ها را نداشته باشیم، باز هم در یک انزوای کاری، یک انزوای حق گرفتن حق کار خودمان، استفاده از نیروی جسمی، نیروی فیزیکی و نیروی طرح و خلاقیت خودمان قرار میگیریم که من دارم کم کم به این نتیجه میرسم که من هم دارم آسیب میبینم از این ناحیه، چون من دارم دیگه این عرض تقاضا رو به این تقاضا عرضه نمیکنم. حتی دلته چه د کابل یا به خوندی سیمه ده هم خزه پکې خوندی نه دی. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی د روختون په بستر کې په دې اړه مونږ ته وویل. گفتم که یکی از وکیلا در حالی که محترمم واجیم نوشته بود، مشخص بود که محترم یک وکیل، خب گاردای از اونا چون محترم متوجه نشدن پیش شده بودن، گاردای از اونا سلاح کشیدن و رو کاپوت محترم با سلاح زدن، که وقتی متا شدم تعجب ایران ماندم که چی گپ از چی شده. و وقتی دیدم یکی از همکارانونه و گفتم این چه وضعیه، به جای اینکه به سلاح معذرت بخواین و بگن که متوجه نبودیم یا چطور، یک گپ بسیار رکی و گپ بسیار خرابم گفتن. در افغانستان په دودیز ټولنه کې له ښځو سره د ناوړه چلند ډیره پیښې پټې ساتل کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د ښځو د برخې مسؤوله وحیده فیضی د دغه چلند دلایل داسې ښیي.
به دلیل این که من فکر میکنم شاید خشونت زیادتر باشه، شاید کمتر بیان مراجعه کنن. دلیلش هم ایست که شاید زیاد باور بر هیچ کسی نداشته باشن که واقعا قضایهشان قسمی که باید و شاید محفوظ بمانن محفوظ بانه. خود گوتو پشمیر زین موارد شته چه اطلاع پولیس تا ورکرل شوه ده. د کورنۍ چارو وزارت وای لخصو سره د زینو ناوړه چلندونو په اړه رسیدګی شوې ده. در این مورد ارقام وجود داره که چون این موضوعات بوده تا دوسیه های از این طی مراحل شده و سرانولی فرستاده شده و در این مورد اقدامات جدی صورت گرفته به خاطر از اینکه تحفظ و تامین امنیت شوه برای اونا، برای دختر خانوما و به شکل راحتش اونا به وظایف خود ادامه بده. هغه څه چې په دغه راپور کې وویل شول د هغو مواردو ډیره کوچنۍ برخه ده چې د دغه ښار اکثره ښځې ورسره هره ورځ مخ کیږي. په کاري چاپېریال او له کوره بهر له نجونو سره پر ناوړه چلند سربیره په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي نور ځورونکي موارد لکه د دوی وژل، سنګسارول، سوځول، جنسي تیری او داسې نور هم شته.